این بار نوبت این بود تا آخرین شانس خودمون رو امتحان کنیم، از باتومی به سمت جنوب حرکت کنیم، جایی که نزدیک مرز ترکیه است. شاید هم نه، اصلا خود مرز ترکیه تنها جهتی بود که از اطراف باتومی حرکت نکرده بودیم. جاده بسیار سرسبز، ولی این بار در دست راستمون دریای سیاه بود و در سمت چپمون کوه و جنگل و سرسبزی. تقریبا حدود 20 کیلومتر پایین تر که به رفتیم، جایی بود که دیدیم ترافیک ماشین واسطه کنار جاده و اوشنگ همون دوست گرجیمون میگفتش که اینجا مال مرز ترکیه است و این ماشین همه تو صف واسطن تا برن ترکیه. جالب بود چقدر نزدیک بود مرز ترکیه به باتومی. بیخود نبود که در باتومی فقط با گرفتن یه چیزی حدود تقریبا 35,000 تومان شما رو می آوردن تا مرز ترکیه و اگه خواستی خرید می کردی از اون ور مرز ترکیه و بر می گشتی. واقعا بیمورد نبود که همچه اتفاق افتاده. ماشین تو صف واستاده بودن و البته جلوی ما هم اونجا دیدیم که مرز ترکیه هست. گفتیم نه ما با ترکیه کار نداریم، برگردیم بریم به سمت باتومی. در برگشتن حدود 500 متر مونده به مرز ترکیه یک آبشار خیلی زیبا هم بود. البته این آبشار به بزرگی آبشار نبودش که در منطقه غربی ما می‌دیدیم، بلکه این آبشار کوچیکی بود، اما به خاطر نماد کسی که اولین بار گرجستان رو به نام گرجستان این سرزمین رو نامگذاری کرده بود مجسمه ساخته بودن. ببخشید فارسی رو پاس بداریم، یک تندیسی ساخته بودن نمادین از اون و البته کسی که دین مسیحیت رو هم در همین منطقه گسترش داده بود در کنار همین تندیس تندیسش بود. در واقع زوجی بودن که یکیشون روحانی بود و یکیشون نظامی بود و هر دو با همدیگه این منطقه رو گشته بودن و هم نام گرجستان رو به این سرزمین رسمی به این نام گذارده بودن و هم کمک کرده بودن تا دین مسیحیت در گرجستان گسترش پیدا بکنه. بگذاریم، در این آب هم آب بازی کردیم. برمیگشتیم به سمت باتومی. حدود 5 کیلومتر که برگشتنمون ادامه پیدا کرد، جایی بود که یک قلعه خیلی قدیمی بود و این قلعه قدیمی هم خب زردر به اون یک توپی گذاشته شده بود و داخل قلعه یک دژ بزرگ بود که داخل اون محوطه‌های مختلف بود و از جمله چیزی که جالب بود نقشه‌های قدیمی بود که اون زمان دریانوردان در اونجا ثبت می‌کردن. به نظر می‌رسید که اینجا یک دژ نظامی بوده در قدیم و البته در این دژ نظامی جاهایی هم بود که لوله‌های در زیر زمین حفر شده بود که یکیش مال فاضلاب بود، طبق چیزی که اونجا توضیح داده شده بود تو نقشه‌ها، یکیش برای آب بود و جالب سومین لوله بود که برای حمل مشروب از گوشه دیوار قلعه به سمت ساختمان مرکزی بود. یعنی اینقدر مشروب اینجا مصرف زیاد بوده که مثل لوله و فاضلاب یه لوله هم براش مخصوص مشروب هم کردن تربیه کرده بودن. خب نه در شمال باتومی، نه در شرق باتومی و نه در جنوب باتومی، در هیچ سمتی هم خبری از خانگی جوان برومند کلیسا نبود. اوشنگ گفت چرا این همه دنبال میگردی؟ اصلا شما گیجین، هر روز یک سمت میرین، چپ میرین، راست میرین، شمال میرین، کجا دارین دنبال چی میگردین؟ گفتم من دنبال خانه جوان برومند کلیسا میگردم. گفت خب کلیسا که جوانای برومند خیلی زیاد داشته، کدومشون مد نظرته؟ گفتم همونی که مادرش از بد به تولد میدونست که اون تعلیمات دینی رو خیلی خوب یاد میگیره، اون که خیلی مادر مهربون و زحمت کشیده داشت. گفت نیا کن نکنه شما گفتن اسمش فکر کنم دودو باشه. گفت بابا تا از همه اول میگفتی بابا، اون که خونش تا همین باتومی بود ولی وقتی مشهور شد دیگه از باتومی رفت. گفتم چی داری میگی؟ خونش باتومی بود وقتی مشهور شد رفت؟ گفت بله، اون مشهور که شد دیگه همه شناختنش، دیگه شهره شده بودش، دیگه از باتومی رفتش. گفتم کی رفت؟ گفت همون موقعی که خون خدا رو باش آشنا شد. گفتم خون خدا؟ گفت بله،
و که خبر نداری اون همون زمانی که با خون خدا آشنا شده بودش مشهور شد و همه عالم اونو شناختن. من گفتم خون خدا؟ خون خدا؟ اوشنگ نگاه کرد و گفت یعنی تو نمیدونستی که اون خون خدا رو پیدا کردش؟